کانال سخنرانی ها جلسه نهم وجود و زمان ما تقریبا تا صفحه در 24 ترجمه آقای رشیدیان به بند 17 پاراگراف بالای بند 17 رسیدیم. من میخونم متن رو و توضیحات لازم رو عرض میکنم. بنابراین تحلیل دازاین باید نخستین خواسته ما در پرسش از هستی باقی بماند، اما در این صورت مسئله تحصیل و تضمین آن گونه مدخلی که ما را به سوی دازاین هدایت کند حدت بیشتری کسب می کند. به گونه سلبی می توان گفت که هیچ ایده دل بخواهی از هستی و حقیقت، هر قدر هم بدیهی باشد، نباید به طور ساختگی جزمی بر این هستنده یا موجود اطلاق شود و نیز هیچ یک از مقولاتی که چنین ایده ای آنها را مقرر کند نباید بدون وارسی انتولوژیکی بر دازاین تحمیل شود. برعکس، شیوه های دسترسی و تعبیر باید به گونه انتخاب شوند که این موجود بتواند خودش را در خودش با خودش نشان دهد. خب ما خوندیم که در صفحات پیشین و در پیشگفتار تقدم اونتیکی و اونتولوژیکی دازاین برای پرسش از وجود رو هایدگر تبیین میکنه و الان در ادامه همون بحث داره اشاره میکنه که ما در فهم دازاین یا به تعبیر درسته در تعبیر دازاین، شما تعبیر رو کجاها به کار میبرید؟ کلمه تعبیر رو در خواب، در خواب اصلی ترین محلی که کلمه تعبیر به کار میره خوابه، رویاست. چرا باید رویا تعبیر بشه؟ تعبیر چی هست اصلا؟ تعبیر از عبور میاد دیگه، یعنی از یک معنای صورت ظاهری عبور میکنید به چیزی که در ورا یا در پس این صورت ظاهری هست. دازاین باید تعبیر بشود، یعنی دازاین باید از آن چه که در صورت ظاهری بر ما می نمایاند عبور کرد و به یک چیز دیگری از ما رو منتقل کنه. یعنی چی؟ به کجا قرار ما رو منتقل کنه دازاین؟ ما در تعبیر دازاین قراره به کجا منتقل بشیم؟ به پرسش هستی. پس اصالت دازاین تا جایی موضوعیت داره که ما رو به پرسش وجود منتقل کنه. لذا ما در این کتاب دازاین پژوهی نداریم، دازاین کاوی نداریم. این کتاب کتاب دازاین کاوی نیست. بله، این تعبیر دازاینه و رفتن به سمت پرسش از وجود، پرسشی که یک قفلت 2500 ساله پشتش نهفته است. خب چگونه باید این تعبیر صورت بگیره؟ آیا میتونیم دل بخواهی یا بر اساس تعاریفی که ما از حقیقت یا وجود داریم سراغ این تعبیر بریم و آنگونه تعبیر کنیم؟ ما در تاریخ فلسفه تعاریفی از هر دوی این واژگان داریم، هم از واژه وجود هم از حقیقت. اجمالا یه سیری بکنیم درباره حقیقت. چرا های دیگه کلمه هستی و حقیقت رو با هم آورده؟ بعدها جلوتر ما خواهیم دید که های دیگه وجود رو همون حقیقت میگیره به یه معنای خیلی خاصی. کلمه حقیقت در تاریخ فلسفه چند معنا داشته. یکی از شایع‌ترین معانی حقیقت اشاره به بایدها و نبایدها داره در مقابل هستها و نیستها. یعنی حقیقت آن چیزی است که باید باشد ولی نیست اکنون، واقعیت آن چیزی است که هست، شاید لزوماً حقیقت نباشد. این تعریف از حقیقت در بین ایدئولوژی ایدئولوگ ها
دینداران و الهیاتی ها هم پیدا میشه. این تعریف هست. اما تعریف دیگری از حقیقت که در تاریخ فلسفه داریم، حقیقت معنای مطابقته که در ارسطو ما داریم، که به معنای صدقه که در مقابل کذب قرار میگیره، که محمل اصلیش هم گزاره هاست. حقیقت جایی جز در گزاره ها یافت می نشود و به معنای صدق هم هست. این هایدگر نه، اینا رو یکی میگیره، ولی الان نمیخوام درباره هایدگر بگم، چون هایدگر فقط داره اشاره میکنه که ما نباید دل بخواهی یا بر اساس مقولاتی از پیش که در واقع همین کاتگوری هایی هستش که در تاریخ فلسفه شکل گرفته، میگه نباید بدین شکل بریم سراغ دازاین. حالا حقیقت خود نظرگاه هایدگر درباره حقیقت چی هست فعلا کاری نداریم، که کم و بیش همه شما آشنا هستید. حقیقت رو هایدگر به چه معنایی میگیره؟ به معنای آلسیا، که بعد دقیقا به معنای وجوده و چه نسبتی با وجود داره. شما در زبان فارسی میگید مرگ حق است. یعنی چی؟ هست. اینجا کلمه حق به معنای این چیزیه که یعنی هست. مرگ حقه، یعنی رخ میده. شطوری که در خونه همه میشینه. کلمه حق در زبان عربی با کلمه هست در زبان فارسی هم ریشه است، که این هر دو کلمه با ایز انگلیسی و ایست در واقع آلمانی هم ریشه است. حق هست، ایز است، و از همین جا میشه پی به ارتباط حق و وجود هم، وجود البته به معنای زاین در آلمان، چون کلمه زاین در آلمانی از کلمه آینیای یونانی میاد. آینیای یونانی هم در لاتین تبدیل میشه به است، اگه اشتباه نکنم EST، که از همونجا به آلمانی میره منتقل میشه میشه است، و در فرانسه هم همین برمیاد در انگلیسی میشه ایز. این حالا بحثی که دیگه در جای دیگه دنبالش رو میگیره، ولی اینجا به ما داره حالا تاکید میکنه که پس شیوه تعبیری که ما باید انتخاب کنیم اینه که این موجود رو، یعنی دازاین رو، بتونیم خودش رو در خودش و با خودش نشون بدیم. یعنی چی در خودش و با خودش؟ در خودش و با خودش یه دلالت روش شناختی داره. یعنی ما در بدایت امر، یعنی این توصیفی که میگه هایدگر نمیخواد تعریف کنه، یعنی از همون ابتدا تکلیفش رو با منطق در واقع ارسطویی روشن کرد، گفت ما یک روش دیگه ای رو دنبال میکنیم که اسمش رو میذاره روش هرمنوتیکی. در روش هرمنوتیکی شما در مواجهه با یه پدیده چه چیزی در ابتدا در اختیار دارید؟ میگم عینک. شما در مواجهه با این عینک، این داده، چه چیزی در اختیار دارید؟ اولین چیزی که در اختیارتون هست واژه است، کلمه است. پدیده خودش رو در هیئت یک کلمه به شما عرضه میکنه، و کلمه هم تاریخ داره. یعنی کلمه به یک معنا بار تاریخی خودش رو داره حمل میکنه. کلمات حامل معانی تاریخی هستن. شما اگر میخواهید به یک مفهومی در حقش لخمه کنید و توجه پیدا کنید، باید به کلمه دقت کنید، چون در ابتدا فقط کلمه هست، چیزی دیگه ای ندارید. از
کلماتی که دلالت به اشیا دارن بگذاریم که در ما راحته، ما میگم عینک چیست، ما میگه اینه. اگر بریم سر مفاهیمی که اصطلاحا میگیم معقوله و این معقولات اگر ثانوی بشود و ما به ازای ابجکتیو نداشته باشد، شما چه راهی دارید غیر از کلمه در ابتدا؟ میگویم خوشبختی. شما شروع میکنید خوشبختی رو بر سیاق خودتون تعریف کردن. هر کسی بنابر تجربه زیستی خودش یک تعریفی از این کلمه میده، از این مفهوم میده. اما وقتی به هایدگر این کلمه رو بدیم، میگه چیکار میکنم؟ میگه من اول خود کلمه رو به من دادی، با خود کلمه سر و کار دارم. این مفهوم تاریخ داره، این کلمه با خودش حامل یک معنای تاریخیه. میاد برات آنالیز میکنه مفهوم بخت رو، میاد برات آنالیز میکنه مفهوم خوشی رو، و بعد در نسبت این که بخت چگونه میتواند خوش باشد، آیا ما چیزی به نام خوشی در بخت داریم اصلا؟ بعد میره در تاریخ زبان ببینه که این کلمه کجاها به کار رفته، کجاها در چه معانی به کار رفته، و بعد در سیر این تاریخ مفهوم برای ما کلی حرف میزنه بدون اینکه یک جمله به ما تعریف ارائه کرده باشه. برای همین شما در سنت پدیدارشناسی هرگز تعریف نمیدونید. اگه دیگه رو جون به جونش بکنید، یک جمله تعریف از دازاین به شما نمیده، اما تا دلتون بخواد توصیفش میکنه. توصیف دازاین از وجوه گوناگون برای شما توصیف میکنه. یه جا دازاین رو به مثابه موجودی توصیف میکنه که پذیرنده نور هستیه. میاد میگه که برای اینکه این پذیرندگی رو برای شما توصیف کنه، از مفهوم دیگری در زبان آلمانی استفاده میکنه، مفهوم لیشت به معنای نور، و بعد مفهوم لیشتونگ رو میسازه. البته نمیسازه در زبان آلمانی است، اما به کار میبره برای دازاین. میگه دازاین لیشتونگه. لیشتونگ چیه؟ تو در کشور آلمان که قوم جرمن که در جنگل ها زندگی میکردن، خیلی با جنگل معنوس بودن، اونایی که شمال مثل من بودن میدونن یعنی چی. توی جنگل که وقتی شما میرید، ناگهان به یک نقطه میرسید که درخت نیست، قطع شده یا به هر دلیلی چیز نیست، و از انبوه در واقع اون لایه شاخ و برگ درخت ها، از اون جای خلا، از اون فضا نور میتابه به اون عرصه، به اون فضای باز که درختی نیست. از این صحنه ها رو کسایی که تو جنگل بودن زیاد دیدن، تو جنگل های انبوه که هیچ نوری نمیتابه به خاطر شاخ و برگ، اون فضا که خالی میشه نور اونجا، آلمان ها به اون فضا میگن لیشتونگ، جایی که نور رو میگیره، جایی که در واقع هیچی نیست. و به خاطر همین هیچ نبود، هیچ بودنش میتواند نور را بگیرد. برای همین اگر کلمه لیشتونگ رو برای دازاین میاره و میگه که شما در زندگی روزمره میگید فلانی پا به عرصه وجود گذاشت، میگه این غلطه این جمله. فلانی میگه من جملت رو درست میکنم، فلانی آن لیشتونگیست که وجود پا در او گذاشت. درستش اینه، نه اینکه پا به عرصه وجود گذاشت. عرصه وجود کجاست؟ فلانی لیشت، لیشت به معنای نور، لیشتون. مثلا لیشت مثلا میشه رو گوشا، مثلا سرمازون میشه لیشتون بیاره. این فضایی که توهیه، خالیه، برای هایدگر می شود دازاین. پس توهیه یعنی چی؟ از چی توهیه؟ از چی توهیه؟ یعنی از اون ماهیتی که ما براش پیشینی تصور کنیم توهیه. یعنی دازاین آن موجودی است که ماهیتش را خودش
می‌سازد. شباهتی به حرف سارت هم داره. اینو برای چی گفتم؟ حالا نمی‌خواستم بحث ریشتون چون خیلی جلوتره. من میگم شما در مواجهه با هر مفهومی هدیگر این روش رو برای ما میذاره جلوی ما. خب در این روش شما با یک نیاز به چیزی پیدا میکنید به نام زبانشناسی، نیاز به ریشه لغت پیدا میکنید، نیاز به اتیمولوژی پیدا میکنید برای اینکه بتوانید کلمات رو ببرید به ریشه های اولیش. این کلمه در معانی اولیش در طول تاریخ چه معانی داشته؟ از اون هم استفاده میکنه، براش کلمه موضوعیت پیدا میکنه، مفاهیم فی نفسه براش. اما همه داستان این نیست. یعنی هایدگر یک زبانشناسی نمی کنه بخواد با زبانشناسی برای ما تکلیف همه مفاهیم رو روشن کنه، نه اینطور نیست. اما این لازمه روش در واقع پدیدارشناسی هرمنوتیکی هایدگر این هست. یعنی شما باید حتما به ریشه کلمات، حالا همین رو شما در همه حوزه هایی که دارید فعالیت میکنید تأمل کنید، ببینید که چه انقلابی میتونه رخ بده در هر حوزه‌ای که هستیم و فکر میکنیم فعالیت علمی داریم. دازاین آن موجودی است خودش را در خودش با خودش نشان میدهد. یعنی ما رو در خود مفهوم دازاین باید متوقف کنه و به همراه مقومات وجودی این مفهوم، یعنی با خودش همراه کنه تا به یک توصیفی قابل قبول از دازاین ما برسیم و تعبیرش کنیم و در این تعبیر به پرسش از وجود بپردازیم. یعنی خب و البته این شیوه ها باید این موجود را آنطور که در وهله اول و غالباً هست، یعنی در هر روزگی متوسطش نشان دهد. یعنی دازاین رو ما نباید در ابتدا بریم در اون وضعیت‌های خاصی که میتواند پیدا کند، مثلا دازاینی که اندیشمند میشود، دازاینی که نمیدونم سیاست مدار میشود، دازاینی که مضطرب میشود، دازاینی که نه، میگه باید در اون وضعیتی که به طور متوسط و علل اغلب حضور داره در اون وضعیت ببینیمش، اون حضور متوسط در زندگی روزمره. این زندگی روزمره یا هر روزگی که everydayness که به کار میبره، یعنی میخواد بگه این موجود، چون در توصیف دازاین یکی از توصیفاتی که داد این چی بود؟ گفتیم این اون وجودیه، اون زاینیه که در داهای مختلف، در امکانهای مختلف سیر میکنه. دا در آلمانی به معنای اینجا آنجاست، یعنی از این امکان به این امکان، از این امکان، این امکانهایی که سیر میکنه، سیر در این امکانها، این ماهیت این دازاینه. میگه باید در کدوم امکان جستجوش کنی؟ در روزمره. در اون امکانی که از همه بیشتر غالبه، چه پروفسورش، چه کارگرش، چه نمیدونم دانشمندش، چه عالمش، چه هر کس تو اون مشترکه و اتفاقا خیلی هم پرزورم هست. اون امکان بسیار قوی هستش، اون امکان هر روزگیه یا روزمرگیه، خیلی میاد کانکریت میشه، خیلی میاد انضمامی میشه، ما رو از اون هپروت و به عرض میخوام هپروت شاید خوب نباشه، از اون جلال و جبروتی که فلسفه همواره ما رو در طول تاریخ دعوت میکنه به اون، یهو ما رو میکشونه پایین، میگه نه، بیم در همین زندگی متوسط، در همین روزمرگی، صبح بلند میشم، هر روز صبح بلند میشم، یه کارهایی رو تکرار میکنم که یک چرخه کاملا
تکراری که در زندگی روزمره ما رخ میده. هر روز باید من غذا بخورم، هر روز باید به هر حال یک ساعتی رو کار کنم و نمیتونم از اینها خلاص بشم. یعنی اینقدر قویه، دست ما نیست، من نمیتونم که کار نکنم. معیشت یه واقعیتیه، خورد و خوراک یه واقعیتیه، اینا چیزیه که هیچ انسانی نمیتونه. پروفسورش هم باشی به هر حال درگیر این مسئله هستی، هر پیغمبرش هم باشی همینی، ابوجهلش هم باشی همینی، هر کی باشی. میگه حالا پس ما باید دازاین رو در این وضعیت متوسطش ببینیم و به دید بیاریم و نشون بدیم. در این هر روزگی باید ساختارهایی یا عناصری نه دل بخواهی و آرزی، بلکه ماهوی را نمایش دهی که در هر نوع هستی دازاین واقع بوده خود را به عنوان تعیین کننده خصلت هستیش همواره حفظ میکنند. یعنی در این وضعیت متوسط هر روزگی کدوم خصلت ها رو ما باید دنبال کنیم؟ آیا این دلخواهیه یا اون خصلت هایی که آرزیه؟ یعنی مثلا ما در زندگی روزمره یک سری خصلت هایی داریم، یک سری در واقع ساختارهایی رو دنبال میکنیم که آرزیه، یعنی این که دلالت بر نوع بودن من نداره. مثلا من در محیط کارم به گونه ای کار میکنم که این لزوما دلالت به نوع بودن من نداره، بلکه به اقتضای اون شرایط، اون محیط و اون کار من آنگونه رفتار میکنم. باید از لابلای این در واقع هر روزگی و زیست هر روزه به اون ویژگی ها و خصلت هایی برسیم که به طور ماهوی حدود و سغور ماهوی دازاین رو به ما نشون میده. بنابراین با نظر به تقویم بنیادین هر روزگی دازاین است که برجسته سازی تمهید گونه هستی این موجود سر بر می آورد. یعنی ما با توجه به اون خصلت های در واقع بنیادین هر روزگی دازاین میتونیم به وجود این موجود ملتفت بشیم. چون غرض اصلا چی بود از دازاین؟ پرسش از دازاین رسیدن به پرسش وجود. خب تحلیل دازاین اگر به این شیوه دریافت شود، تماما سمت یافته به سوی هدف هدایت کننده. یعنی چی؟ یعنی پردازش پرسش از وجود باقی میماند. یعنی اگر به این شیوه ما بریم، ما رو به پرسش از وجود میرسونه، چون به اون خصلت‌های ماهوی داریم میپردازیم، نه به خصلت‌های آرزی. بدین وسیله مرزهای آن معین میشوند. این تحلیل نمیتواند خواهان فراهم آوردن یک هستی شناسی کامل از دازاین باشد. در این تحلیل دنبال یک هستی شناسی کامل از دازاین نیستیم، که با این حال مطمئنن باید به کمال ساخته شود. چرا دنبال هستی شناسی کاملی از دازاین نیستیم؟ چون دنبال پرسش از وجودی. اگر بناست چیزی همچون یک انسان شناسی فلسفی بر بنیانی که از حیث فلسفی کافی باشد قرار گیرد، در حالی که ما دنبال انسان شناسی فلسفی نیستیم که بخواهیم در واقع یک هستی شناسی از دازاین ارائه بدیم، یک هستی شناسی کامل. برای همین وقتی که داره از دازاین برای ما هی توصیف میکنه، شما نمیتونید خیرشو بگیرید، بگید خب این هستی شناسی که تو داری از دازاین میگی آیا جامع و مانع هست؟ من که دنبال هستی شناسی کاملی از دازاین نیستم. ببینید چقدر هوشمندانه داره به ما داره التفات میده دائما که ما دنبال انسان شناسی نیستیم و دنبال این نیستیم که انسان شناسی فلسفی را بندازیم. اگر مقصود ما ایجاد یک انسان شناسی ممکن
یا شالود ریزی هستی شناسی آن باشد، هستی شناسی ما تنها بعضی از قطعات آن را که البته غیر ذاتی هم نیستن فراهم میکنند. اگر دنبال این انسان شناسی فلسفی باشیم، میگه اگر در ابتدا میگه ما دنبال هستی شناسی کاملی برای دازاین نیستیم. چرا؟ چون که دنبال اصلا انسان شناسی فلسفی نیستیم، مقصد چیزی دیگری است. اگر قصدمون انسان شناسی فلسفی می بود که نیست، این تحلیلی که ما از دازاین داریم میدیم یه قطعاتی از این انتولوژی خواهد بود که در حالی که نیست قصد، چنین قصدی وجود نداره. اما تحلیل ما از دازاین نه فقط ناکامل بلکه در وهله اول موقتی است. این تحلیل فقط وجود این موجود را بیرون میکشد بیان که معنای آن را تفسیر کند. این تحلیل بیشتر باید آزادسازی افق برای نخستین ترین تعبیر وجود را تمهید کند. یعنی ما در تحلیلمون از دازاین که میدانیم هم ناکامله و میدانیم هم موقتیه، فقط داریم یک مقدمه، یک شرایطی رو، تمهیدی رو فراهم میکنیم برای پرسش از وجود. پس از آن که این افق به دست آمد، تحلیل تمهیدی دازاین از سرگیری خود را بر پایه بنیاد اونتولوژیکی عالی تر و اصیلی طلب میکند. ببینید این جمله که الان اینجا داره میگه، یکی از خوانندگانش رو به یک گمان انداخت، گفت که های دیگه شما یک تحلیلی از دازاین ارائه دادید، تحلیلی که اتفاقا هم یک هستی شناسی ناقصی هم هست، چون که خودت هم میگی، کی خواهی آمد بر اساس این تحلیل تحلیلی از دازاین رو به ما ارائه بدی که بر پایه یک بنیاد هستی شناسی عالی قرار بگیره و از اون ما بتونیم اخلاق و در حقیقت انسان شناسی فلسفی در بیاریم؟ اون کسی که این دچار این گمان و پرسش میشه ژان بوفره بوده. انسان شناسی فلسفی در بیاریم. همه منتظر بودن بعد از این کتاب هایدگر کتاب اخلاق و انسان شناسی بنویسه. که پس از آنکه این افق به دست آمد، تحلیل تمهیدی دازاین از سرگیری خود را بر پایه بنیاد اونتولوژیکی عالی تر و اصیلی طلب می کند. این جمله اون رو ایجاد می کنه بباره، چنانکه هم برای شما هم ایجاد کرد. من دوباره تذکر شما دوباره هم حضرت این بیشتر نشون میده. شما اونو بخونید چی میگه؟ میگه همین که این افق فرا دست آید، تحلیل مقدماتی دازان نیز اعاده می طلبد که بر بنیادی برتر و برخوردار از وضع هستی شناختی خالص‌تر و اصیل‌تری خواهد بود. این قوی‌تر از این ترجمه است. یعنی میگه شما وقتی که این تعریف رو به شما دادیم، میگه خب شما به تعریف برتر و بنیادی دازان خواهید بشید. آره، اما نکته این استش که این اتفاق نمی‌افته. در تفکر هایدگر این اتفاق نمی‌افته. و به جای اینکه به یک دازاین کاوی بنیادین برسه و تحلیل انتولوژیک از دازاین برسه، مسیر چیز دیگری می‌رود در آثار دیگر. که همون در واقع پرسش وجود و یه کلمه اعاده گفته. این اعاده شاید مثلا با خب نشان داده خواهد شد که زمانمندی temporality معنای وجود موجودی است که ما آن را دازاین می نامیم. در ادامه الان هایدگر پیشاپیش یه
گزاره و حکمی رو میده که بعد توضیحش خواهد آمد. زمانمندی یا حیث زمانی معنای وجود این موجود را که ما دازاین مینامیم رو چی میکنه؟ نشون خواهد داد. یعنی دازاین موجودیست زمانمند، دازاین وقت داره، دازاین موجود بی وقتی نیست. نمیدونم شما توی دوستا بی وقتی رو شنیدید، مفهوم بی وقتی میگن که نمیدونم چرا بی وقتی شده. شما نمیدونم اصلا تو زندگی دوچار بی وقتی شدید؟ وقت همه شدیم، وقت نمیاریم، کم میاریم، میگیم 24 ساعت کمه برای مثلا زمان بیشتری میداشتیم، زمان کم میاریم، زمان رو رد نمی کنیم، کم میاریم، وقت کم میاریم، وقت کم داریم برای یه کاری، میگیم وقت کم داریم. یک مفهومی در معاصر دینی ما وجود داره خیلی جالبه، میگه که یه در هر دوره از تاریخ، برای هر دوره از تاریخ یک عذابی مخصوص اون دوره تعبیه شده، در آخر الزمان عذاب مخصوص آخر الزمانی ها بیوقتیه. اینو من در آموزه های در واقع دینی زیاد دیدم، بیوقتی دوچار میشیم، هیچ چیزی به سرانجامش نمیرسه، هیچ چیزی به آنگونه که باید به نقطه سرانجام مطلوبش برسه نمیرسه. شما چی هستید؟ شما اون موجودی هستید که اکنون و در همین زمان حال خودتون رو ساختید، یا نه شما بر ساخته یک حرکت تدریجی در طی زمانید و آن گونه که هستید در هست بودنتون محصول یک در واقع حضور در زمانه. رفتارهامون، باورهامون، عقایدمون، حتی ظواهرمون، من اکنون این گونه ظاهر میشم با این پوشش، با این لباس، محصول یک حرکت تدریجی در زمانه. من در یک حرکت تدریجی این گونه شدم، باورهام این گونه شکل گرفته، هیچ وقت هیچ انسانی خلق الصائر و در دفعتا یک چیز نمیشه. انسان تا جایی که زمانمند و حیث زمانی داره انسانه. سنگ، اون میز، چه دیروز، چه امروز، چه فردا، چه صد سال دیگه، همچنان همون میزه، نهایتا ترسوده بشه و اما من نه، انسان اینگونه نیست، انسان زمانمنده. من خودم رو آنگونه که اکنون میابم 10 سال پیش آنگونه نمیافتم و در این زمانه که من به این نقطه رسیدم. این حیث زمانی رو یکی از مفاهیم مهم هایدگر در وجود زمانه که حالا اگه حوصله داشته باشید مثلا درباره همین مفهوم مقالاتی رو بخونید که کمک کنه به فهم بیشترش. من هم یه مقاله دارم توی یکی از این مجلات چاپ شده تحت عنوان زمانمندی دازاین، تو اینترنت سرچ کنید هست، بنویسید مثلا اسم من رو و این عنوان رو. این اثبات باید با تفسیر از سرگرفته شده
ساختهای موقتاً توصیف شده دازاین به مثابه وجوه زمانمندی تصدیق شود. یعنی پس ما در تحلیل و تعبیر دازاین همیشه باید یه چشمون به این حیث زمانمندی دازاین باشه و در تحلیل دازاین بتوانیم در واقع اون خصلت‌های ماهوی رو در ذیل این مفهوم تحلیل کنیم و تعبیر کنیم. آره که قرارم بود خصلت‌های ماهوی رو کشف کنیم. اما با این تعبیر دازاین به مثابه زمانمندی نیز هنوز به پرسش هدایت کننده خود درباره معنای هستی به طور کلی پاسخ نداده ایم. لیکن زمینه برای به دست آوردن چنین پاسخی مهیا شده است. یعنی ما در نگاه به دازاین به مثابه یک موجود زمانمند یک شرایط و امکانی رو فراهم میکنیم تا پرسش از وجود خودش رو نشون بده. چرا؟ حتی میتونید بزنید؟ نمیگه چرا اینجا، ولی در ادامه باز چون بر میگرده همین تکرار میشه. ببینم میتونید با توجه به بحثای قبلی حدس بزنید که چرا دیدن دازاین به حیث زمانمندی امکانی برای پرسش از وجود فراهم میکنه؟ اسم کتاب چیه؟ وجود و زمان. چه نسبتی بین وجود و زمان هست؟ توی همون جلسات اول گفتم این واوی که در این وسط هست، وجود و زمان، این واو به قول عرب ها واو منفصله نیست، واو عطفه. آره این میخواد بگوید که وجود با زمان معنا پیدا کرده، یه ربط خیلی عمیقی با زمان داره. وجود آیا همون زمان است؟ هست؟ حالا مثلا باز من اینجا گریز بزنم به حالا اینا رو من میگم، من میدونم این فایل پخش میشه، بعدم میگم باز این فردیدی ها شروع کردم به تفسیر عرفانی و دینی از هایدگر بگم. ما تو معاصر دینی یه مفهومی داریم، میگه لا تصب و در ندر هو الله. میگه به دهر به زمان دشنام نگید، چرا که دهر زمان همون الله هست. آره یه روایتیه نبویه، لا تصب بود در نه نبویه. آره صدرالدین قونوی در کتاب مصباح الانسش درباره این روایت حالا توضیح مفصلی میده که توضیحش خیلی مشکلتر از خود روایته، ولی خیلی اونجا به همین نکته میپردازه که چگونه زمان، حالا اون تو بحثش ما دیشب بحث حکمت انسی که داشتیم گفتیم که وجود در تجلیاتش در اولین و اصلی ترین تجلیش یا اول است و یا آخر، اول و آخر یعنی چی؟ این زمان اول و آخر، ظاهر و باطن. به اشاره نشان داده ایم که دازاین دارای وجودی پیشا انتولوژیکی است. این رو در صفحات پیشین توضیح داد که در حکم تقویم انتیکی اوست. یعنی چون یک وجود پیشا انتولوژیکی داره این امکان بودن موجود رو بسابه یک موجود رو براش فراهم میکنه، دازاین به گونه ای هست که به صرف بودن چیزی همچون هستی را میفهمد. تنها موجودی که به صرف بودنش، نه به صرف قوه عاقلش، نه به صرف قوه ناطقش، نه به صرف نمیدونم داشتن نمیدونم این ویژگی هایی که در طول تاریخ فلسفه به انسان نسبت دادن
حیوان ناطق، عاقل بودن، نه، فقط به صرف بودنش فهمی از هستی داره. بودنش عین فهمی از هستی است. لذا مقوله فهم در هایدگر می رود در ذیل اگزیستانس، به بودنه، یعنی اشاره به نوعی از بودن داره. شما از هایدگر بپرسید understanding یعنی چی؟ فهمیدن یعنی چی؟ هایدگر به شما میگه فهمیدن نحوی از بودنه، برخلاف دیگر فیلسوفان که یا میبرن به یه کارکردی از انسان تقلیل میدن، میگن مثلا حالا فیلسوفان ذهن به فعالیت نمیدونم ذهن تقلیل میدن، دیگری به فاهمه تقلیل میده، آن یکی بر مثلا به یک ویژگی جزئی از انسان تقلیل میده، هایدگر به کل بودن اطلاق میکنه، میگه فهمیدن نحوی از بودنه. یعنی چی؟ ما آنگونه که هستیم فهم داریم، بودن ما، هستی ما، هست بودن ما، دقیق ترش هست بودن ما نحوی از فهمه. فهم چیزی نیست جز بودن ما در عالم. هست بودن ما در عالم یعنی فهمیدن، آشکار شدن هستی بر ما، این یعنی فهمیدن. چیزی که به نور روشنایی در میاد یعنی فهمیدن. چیزی که از تاریکی در میاد و به نور در میاد یعنی فهمیدن. آهای داره نزدیکتر میشه، الان میتونید بفهمید. چیزی که از تاریکی در بیاد در روشنایی قرار بگیره. خب اینجوری یعنی هر چیزی که هست میفهمه؟ اصلا یعنی آنچه که هست، هست بودن تو عین فهمه. یعنی تو چون در روشنایی وجود هستی و این هست بودنت در همون لیشتونگی که گفتیم، یعنی تو نور وجود رو گرفتی، این گرفتن نور، این گرفتن لیشت عین فهمه. فهمه چه چیزی؟ فهم به معنای عام کلمه است اینجا، یعنی یافتن، خودت رو میابی که هستی. سنگ، این صندلی، آیا خودش رو میابه؟ به تعبیر عربی وجدان داره، خودش رو، وجدان یعنی دریافتن، خودش رو در میابد. آن موجودی که خودش را در میابد همان موجودی است که میفهمد، و آن موجودی که میفهمد همان موجودی است که هست بودنش عین فهمه. و این امکان ندارد جز این که محل در حقیقت نزول اجلال میگن نوره، بیشته، نور وجوده. و چون این اینجا ما میفهمیم، یعنی وقتی میگه بودنش عین فهمه، بذار یک بار دیگه حال جمله رو بخونم با این روزه ای که خوندم. دازاین بگونه ای هست که به صرف بودن چیزی همچون وجود را میفهمد، چون بودنش یعنی همین گرفتن نور دیگه، چون این بودنش یعنی یافت و دریافت و خودش رو هم در میابد. با پای بندی به این همبستگی، همبستگی بین چی؟ بین بودن و فهمی از وجود، باید نشان داده شود که چیزی که بر پایه آن دازاین به طور کلی میتواند به طور ضمنی چیزی همچون وجود را بفهمد و تعبیر کند، زمان است. من کی این بودن رو دریافت میکنم؟ در 40 سالگی؟ تا 40 سالگی؟ تا کجا؟ تا 45 سالگی، 50 سالگی، 60 سالگی؟ این بودن من در زمان دیگه، من در زمان هستم که هستم دیگه. یعنی چی این حرف؟ من در زمان هستم که هستم، من در زمانم که هستم حضور دارم.
یعنی به عبارت دیگه دارم تکرار میکنم که وجود در زمان است که داره بر این عرصه تهی، این ایوان، رواق. من کلمه لیشتون رو به معنای رواق وجود ترجمه کردم توی کتابم، به معنای ما تو معماری به اون فضای خالی که در جلوی ساختمون ایجاد میکنن که نورگیره اون قسمت، در معماری میگیم رواق. در فارسی مثلا کلمه عرصه هم به کار میره، عرصه ایه، ولی من ترجیحم کلمه رواق برای لیشتون. این اون رواقیه که دم به دم داره این وجود رو میگیره، و چون میگیره هست. از کی؟ از وقتی که شروع کرده وجود پا به عرصه این رواق گذاشته، وجود پا به این رواق گذاشته، این بودن شکل گرفته دیگه. و تا کی هست؟ تا مرگ. و مرگ نقطه پایانی این نورگیریه. مرگ چیزی نیست جز تاریکی دیگه. مرگ اون نقطه تاریکی هستش که دیگه این عرصه و این لواق و این دیگه لیشتون نیست. این تاریکی چی هست نمیدونه، های دیگر هم هیچ حرفی نمیزنه. بعد از این تاریکی چی هست بازم کاری نداره، برایش مسئلش این نیست. مسئلش این بودنه هست. این بودن، این چگونه بودن هم حتی نه، خود بودن مسئله اینه که این بودن عین زمانمندیه. زمان باید به مثابه، این جمله رو دقت کنید، زمان باید به مثابه افق هر فهم وجود و هر تعبیر وجود روشن شود و به نحو اصیل دریافت گردد. این جمله جمله آغازین کتاب. به در صفحه اول رو باز کنید. لعنتش کنه. تفسیر زمان به مثابه افق ممکن هر فهم هستی به طور کلی هدف موقتی ما است. تفسیر زمان به مثابه افق ممکن. زمان باید به مثابه افق هر فهم هستی و هر تعبیر هستی روشن شود و به نحو اصیل دریافت گردد. مشهود شدن این امر نیازمند تبیینی اولیه از زمان به مثابه افق فهم هستی بر پایه زمانمندی به مثابه هستی دازاین فهمنده هستی است. یعنی چی؟ دوستانی که کتاب رو دارن شما این جمله رو بخونید. مشهود شدن این امر، کدوم امر؟ که زمان رو به مثابه افق هر فهم هستی دریافت کنیم. برای این که این هم مشهود بشه برای ما نیازمند چیه؟ نشون میبره؟ سلام. خیلی مذارم نه خواهش نه خواهش 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 مشهود شدن این امر کدوم امرهای زیبایی؟ وجود رو در افق زبان میخواد بفهمه، میخواد بگه این چگونه مشهود میشود؟ ها؟ نه نه ادامه کتابه، ادامه کتابه. مشهود شدن این امر نیازمنده، اینو ایتالیک نوشته، یه مقداری رنگش هم چیزه بولد کرده. آره هم ایتالیک هم بولده، نه بولده. آره مشهود شدنه این امر نیازمند تبیینی اولیه از زمان، یعنی از زمان باید یک تبیین اولیه ارائه بدیم به مثابه افق فهم وجود. زمان برای ما به مثابه افق فهم وجود اینجا باید تبیین بشه،
نه به مسابه چی؟ در فیزیک زمان رو چطور تعریف میکنن؟ میگن زمان توالی آنات یا حرکت شی در مکان. ای دیگر این تعریف از زمان اصلا کاری نداره. یه زمان باید به مسابه افق فهم وجود. زمان به مسابه افق فهم وجود هیچ مقایرتی نداره که شما حرکت رو هم تصور کنید. این زمان خودش با خودش مفهوم حرکت و سیرورت رو میاره، اما به مسابه مهمه. این به مسابه خیلی مهمه. زمان به مسابه فهم وجود. ببینید شما در مواجهه با مفاهیم دو تا روش دارید. یک روشی دارید که میخواهید مفاهیم رو به طور فی نفسه درک کنید. میگید صندلی چیست؟ میگید من میخواهم صندلی رو به ماهو و صندلی بفهمم. بعد میگید براش احتمالا شاید بتونید اتعاد. اما بذارید جلوی هایدگر، میگه صندلی به مسابه چیزی، صندلی به مسابه چیزی که من روی آن مینشینم، صندلی به مسابه چیزی که من احتمالا میرم روشون لامپ رو میبندم. صندلی به مسابه، این به مسابه مهمه، چون فهم پدیدار همواره فهم چیزی به مسابه چیزیه. آره حیث التفاتیه، یعنی چیزی همواره به مسابه چیزی فهمیده میشه. من به شما میگم آب چیست؟ شما یک بار میگید آب به مسابه نمیدونم نوشیدنی، که من آب به مسابه چیزی که به طبیعت چیزی ده، آب به مسابه چی؟ آب به مسابه آن نیرویی که نیروگاه ها رو میچرخونه. برای یک کشاورز آب به مسابه چیزی هستش که محصولاتش رو سیراب میکنه، برای کسی دیگر چیز دیگریه. آب به مسابه چیزی هم به آب به ماهو و آب چی؟ کاری نداره. زمان به مسابه چی؟ به مسابه افق فهم. مگر شما در زمان نیست که میفهمید یا نمیفهمید؟ در زمان هستیم دیگه. ما در درون زمان هست که میفهمیم یا نمیفهمیم. ما در زمان هست که خردمند میشویم یا بیخرد میشویم. زمان افق فهم هستیه. این امر الان اینجا اشاره داره به زمانمندی دوزن. آره به مسابه زمان، به مسابه افق هر فهم هستی. اول جمله این امر برمیگرده به جمله قبل دیگه. میگه زمان باید به مسابه یا به عنوان افق هر فهم هستی و هر تعبیر هستی روشن شود. چجوری روشن کنیم اینو؟ آره این امر اینه. چجوری رو روشنش کنیم؟ برای روشن کردن اینا نیازمند تبیینی اولیه از زمانه که به مثابه افق فهم هستی بر پایه زمانمندی به مثابه وجود دازاین فهمنده است. یعنی دازاین رو چند به مثابه شد، چند تا به مثابه آمد. قرار است که زمان رو به مثابه افق فهم تصور کنید و بعد این افق فهم هم بر پایه زمانمندی به مثابه وجود دازاین که هستی رو میفهمه، دازاین فهمنده هستی، دازاینی که در ذات خودش هیچ کاری نداره جز فهمیدن هستی. الا لیعرفون ها؟ چی اون آیه؟ و ما خلقتو و ما خلقتو الانسان الا لیعبدون. آره لیعبدون. بعد عرفا میگن این لیعبدون همون لیعرفونه، تفسیر میکنم میگن این
عبادت کردن، بندگی کردن برای عبد چیزی نیست جز همون به مسابه مرد شناخت. یعنی دادن در ذات خودش فهمنده است، میفهمد، نیازی نیستش که بیاموزد. دادن این فهمندگی هستیه. این فهمندگی به معنای دیگر شناخت تئوریکال و پرکتیکال نیست. یعنی اگه شما میگه این چه نوع فهمیه؟ فهم نظریه؟ فهم عملیه؟ نه، فراتر از این، فهم وجودیه. این بودن، شما وقتی میگی من هستم، یعنی یه فهمی از هستی دارید که این کلمه رو به کار میبرید. اگر شما فهمی از هستی نداشته باشید، میتوانید این گزاره رو به کار ببرید؟ میتونی بگی من هستم، او هست، این هست، خدا هست، کوه هست، دیوانه هست، مجنون هست، اون هست. هستی رو چون یک فهمی ازش دارید، این رو به کار میبرید. این یعنی این بودن، بودن شما این هست، فهم هستیه. پس زمانمندی رو بر به مسابه این ویژگی دازاین شما میفهمید. مسابه این ویژگی دازاین که چی؟ وجودش این فهمندگیه، این فهم هستیه، وجودش، نه یکی از ویژگی های وجودش. بدیهی؟ نمیگه بدیهی های دیگه، میگه این در واقع ذاتی این موجوده. تفاوتش در نوع نگاهی که شما به انسان دارید. شما انسان رو یک بار میایید براش یک توصیف ذاتی ارائه میدید، بعد در ویژگی‌هاش، در توصیفاتی که براش میارید، یه سری توصیفاتی که میارید، یکی از توصیفاتی که میارید میگید که این میتواند موجودات رو بشناسد یا نشناسد. میگه من شناختی میتواند نشناختن هم باشد. اما هایدگر میگه نه، هایدگر میگه شناخت و فهم هستی از عوارض و اوصاف دازاین نیست. این ارجاع به هست بودن دازاین داره. یعنی چون هست، یعنی فهمی از هستی داره، و تا زمانی که هست فهمی داره از هستی. وقتی که از این جهان رفت و دیگر نیست شد، یعنی دیگر فهمی هم نیست از هستی. بودن یعنی فهم، بودن یعنی فهمیدن. خیلی باید سخت باشه که مثلا چون ما همواره فهمیدن رو، فهمیدن چیزها فهمیدیم، الان از فهمیدن یک معنای دیگری رو داره به ما نشون میده. سخته؟ خیلی سخته. چون گفتن شهور به نظر من اومد به داخل. شما توصیف کردیم ببینید اونا خیلی هم تو ذهن آدم بگه. الان شما گفتیم چون ما چیزی را میفهمیم، خب اون اجازه نمیده. اون فهم یه امر جزئیه. بله. اما این چیزی که هایدگر داره میگه اشاره به نحوه بودن ماست. ما هستیم. این هست، این کلمه هستی که به کار میبریم. چرا ما نمیگیم ما حضور داریم؟ نمیگیم حضور داریم. ما برای حضورمون از هستی استفاده میکنیم. حتی وقتی اونجا هم که میگیم حضور داریم، یعنی واجد یک نوع هستی هستیم. یعنی هر طوری بخواید این بودن رو توصیف کنید، گریزی و گزیری از هستی ندارید. بودن شما، بودن انسان، بودن دازاین به هستی زمیمه شده، الحاق شده. بودن دیگه، خود بودن دیگه. بودن چیزی غیر از هستی که نیست. لذا ما در بودن خودمون هستی رو چون آشکار میکنیم، نیستی رو که آشکار نمیکنیم. ما هستی رو آشکار میکنیم دیگه.
این آشکار شدن هستی به واسطه بودن ما یعنی فهم. فهم در دیکشنری هایدگر یعنی این. شما اگر به کتاب کالینگوود اگه اشتباه نکنم که دیکشنری هایدگر رو نوشته، برید مدخل اندرستندینگ رو پیدا کنید، باز کنید، میگه بودن ما یعنی فهم. بودن این موجود، هست بودن این موجود یعنی فهم. فهم یعنی این هست بودنه. دست شما دارم. در این حال این وظیفه در کل میطلبد که مرز میان مفهومی از زمان را که بدین گونه به دست آورده ایم با فهم عامیانه زمان مشخص کنیم. یعنی ما باید تو این مسیر با دو تا فهم مواجه میشیم. یه فهمی که من الان دارم میگم به مثابه افق زمان، به مثابه افق هر فهم هستی. یه فهمم عامیانه است، یه فهم عامیانه است، زمان هم وجود داره. فهم عامیانه میدونید منظورش چیه؟ فهم فیلسوفا رو میگه، یعنی تمام فیلسوفا رو میکنه عوام. فهم عامیانه ای که در تعبیر زمان آنگونه که در مفهوم سنتی زمان، که زمان مشخص سنتی زمان که از ارسطو تا برکسون و حتی پس از آن دوام آورده رسوب کرده است. این فهم عامیانه تمام در واقع تعاریفی که فیلسوفان از ارسطو تا برکسون درباره زمان گفتن رو میگه فهم عامیانه. اینو باید مرزش رو روشن کنیم که تعریف و توصیفی که من از زمان دارم ارائه میدم مرزش کجا از تعریفی که این عوام دادن کجاست. از این رو باید معلوم کنیم که این مفهوم از زمان و به طور کلی فهم عامیانه زمان از زمانمندی سرچشمه گرفته و چگونه سرچشمه گرفته است. بدین ترتیب برخلاف تز برکسون که زمان عامیانه را همان مکان میداند، حق مستقل مفهوم عامیانه از زمان را به آن باز میگردانه. خب اینجا به طور مشخص رو برکسون داره تمرکز میکنه. برکسون در حقیقت در باره زمان یک توصیفی ارائه میده که البته این توصیف خیلی بدی این نیست، ولی خب برای در بین فیلسوفان برکسون خیلی لخت و اوریان این رو مطرح میکنه، ولی به واقع در تعریف فلسفی تاریخ فلسفش از زمان این تعریف برکسونی وجود داره، حضور داره. زمان به مثابه خلا، زمان به مثابه خلا که چیزی که میتواند همون مکان هم باشد. آره، ولی خب یه نقطه‌ای که درباره مفهوم زمان وجود داره، چون یه اتفاقی بعد از کانت میفته که حالا آگوستین شاملش نمیشه و برکسون شاملش میشه، زمان و مکان به مثابه حسیات استعلایی امکان هر نوع تجربه رو فراهم میکنه. یعنی شما زمان و مکان خودش تجربی نیستن، اما شرط پیشین تجربه است. شما چیزی رو تجربه میکنید، آیا میتوانید در بیرون از زمان و مکان چیزی رو تجربه کنید؟ نه. شما درون زمان و مکان به تجربه دست میابید و تجربه ممکن میشود. خب این تلقی از زمان و مکان به هر حال کانتیه، کانت این تلقی رو ارائه میده و این میراث میرسه به حتی برکسون. و برکسون در حقیقت چیزی خیلی عمیق‌تر و فراتر از کانت نمیگه، ولی خب به طور مشخص چون رساله‌ای درباره زمان داره هایدگر، چون حالا در دوره هم که هایدگر داشت وجود زمان مینوشت، تفکر برکسون در اروپا خیلی به قول امروزی یا مد بود و
شناخته شده بود و برای هر فیلسوفی در موقع نوشتن یک اثر فلسفی به جریان‌های زنده خودش هم یه نگاه داره دیگه. حالا میاد برمیگرده به عقب، میگه زمان از دیرباز به مثابه معیار انتولوژیکی یا بیشتر انتیکی متمایز سازی به کار ساده لوحانه مناطق گوناگون موجودها گرفته شده است. یعنی ما در تعریفی که از زمان در تاریخ فلسفه داریم به مثابه یک معیار هستی شناختی یا بیشتر از اون به مثابه یک معیار موجود انگارانه امکانیه برای سایر امکانهای دیگر که مناطق گوناگون موجودات را چیکار کرده؟ متمایز سازی میکنه که بتوانیم شما مثلا در فاز موجودی مثل خدا رو از موجودی به نام مثلا طبیعت متمایز کنید. خدا رو میگید موجودی که زمان نمیپذیرد، فراتر از زمان میایستد، یه معیار زمان. آره، یه خطکشی میشه برای اینکه بتوانید یه سری چیزها رو از یه سری چیزها جدا کنید، از یه سری چیزها جدا کنید. خب ای دیگه میگه این فهم عامیانه است در تاریخ فلسفه. آدمی موجود زمانی، موجود زمانی رویدادهای طبیعت و حوادث تاریخ را از موجود نازمانی، مالند چی؟ روابط مکانی و عددی، مالند خدا، مالند مفهوم مثلا روح جدا میکنه. یعنی خطکشی میشود برای جداسازی این دو نبود. عادت کرده است آدمی، عادت کرده است که معنای بی زمان قضایا را در مقابل سیر زمانی بیان، سیر زمانی بیان قضایا قرار دهد. یه مفهوم ما در گرامر انگلیسی داریم، تایملس، جملاتی که تایملس هستن یعنی بی زمانن یا ماضی و مضارع و آینده و اینا، یک جملاتی هم داریم که تایملس هم دیگه بی زمانی هم. این بی زمانی هم باز در واقع برای چیه؟ برای اینکه بتواند یک نوع کار، یک نوع موجود رو، یک نوع فعلیت رو متمایز کنه. شما در یک تمایزی که بین موجودات میگذارید نیاز دارید به این خطکشی. پس حرف هایدگر درسته که از دیرباز به مثابه یک معیار انتولوژیکی و بلکه بیشتر انتیکیه، معیاری برای تمایز موجودات، انتیکیه. به علاوه ورطه‌ای میان موجود زمانی و امر ابدی فوق زمانی قائل می شود و می کوشد میان آنها پلی ایجاد کند. در اینجا زمانی همیشه به زمانی temporal ببخشید به معنای بودن در زمان است. وقتی میگیم یه چیزی زمانیه یعنی در زمان حضور داره. وقتی میگم خدا بی زمان است یعنی از زمان فراتر از زمان است. ظرفه، یه مکانه، یه جاست که به راستی در اینجا زمانی همیشه به معنای بودن در زمان است که به راستی تعینی است به قدر کافی تاریک. این تعینی که ما در واقع انصافاً هم اینطوره، تعاریفی که فیلسوفان در طول تاریخ از زمان دادن جز تعریف به تاریکی نیست، همش خواستن به ما نشون بدن که آقا اینجا یه جای تاریک، زمان یعنی تاریکیه. این که ما نمیتوانیم به فهمی از زمان برسیم به همواره در تعاریف به یک بنبست میخوریم، به همواره به یک آپوریا مواجه میشیم، در حقیقت
یعنی ما رو میبرن توی ورطه تاریکی. واقع هم این است که زمان به معنای در زمان بودن به عنوان معیار تمایز مناطق هستی به خدمت گرفته شده است. تمایز معیاری برای تمایز هستی به کار گرفته شده، یعنی ما میخواییم موجودات رو، هستی های مختلف رو متمایز کنیم، از در زمان بودن یا بیرون از زمان بودن استفاده میکنیم. موجود به معنای کلیش از این دو حال خارج نیست دیگه، در سنت فلسفی ها، یا در زمانه یا بیرون از زمانه. اون بیرون از زمان رو مثلا ارسطو میگه چی؟ مجردات، جواهر چی؟ مفارق از ماده، خدا یا حالا هر اسم دیگه. و زمان میشود یک معیاری برای تمایز هست. نپرسیدند و نپژوهش کردند که چگونه زمان از این نقش اونتولوژیکی ممتاز برخوردار شده، چطور زمان این رول ممتاز رو به دست آورده که بتواند بین موجودات به معنای کلیش خطکش باشد، معیار باشد. یه نپرسیده شده تا کنون، نه هیچ پژوهشی در این رابطه شده. پیشفرض گرفته شده که موجودات یا در زمانی هن یا بیرون از زمان، و درباره این موجودات و هستی‌های زمانی یا بیرون از زمانی فقط پژوهش شده. اما اینکه زمان چگونه به این جایگاه معیار رسیده هیچ پژوهشی نشده. یا به کدام حق چیزی همچون زمان به عنوان چنین معیاری عمل می‌کند؟ چرا اصلا کدوم حق با چه ملاکی زمان شده معیار تقسیم بندی؟ آره. و نیز نپرسیدن که آیا در این کاربرد هستی شناختی ساده لوحانه از زمان مناسبت اونطوری آن به بیان در آمده است؟ یعنی از این کار، از این کاری که با زمان انجام میدن و این کاربردی که زمان پیدا کرده، اصلا واقعا اون جایگاه هستی شناختی خود زمان هم آشکار میشه؟ زمان گویی به خودی خود و البته در افق فهم عامیانه این نقش اونتولوژیکی بدیهی را بر عهده گرفته و تا امروز به آن پایبند مانده است. میگه زمان هم همون دوچار همون مصیبت و همون روز سرنوشتی شده که چی؟ خود وجود شد. یعنی اگر وجود به مثابه امر بدیهی تلقی شد که اون سه انگاره‌ای که در ابتدا در پیش گفتار میاره، میگه زمان هم دوچار همون وضعیت شده، به مثابه یه امر بدیهی بهش پرداخته نشده، به ما در واقع به ماهیتش پرداخته نشده و صرفا به مثابه یک معیار درباره چیزها و هستنده ها و هستی پیشفرض قرار گرفته و این هم هرگز جایگاه اون معیار بودنش هم حتی بحث نمیشه. این بندم بخونم: برخلاف همه اینها باید بر زمینه پرسش کاملا پرداخته شده از معنای هستی نشان دهیم که چرا و چگونه پرسمان مرکزی هر اونتولوژی در پدیده زمان اگر به درستی دیده و به درستی تبیین شود ریشه دارد. بله اصلا برای منم مفهوم نیست. شما اون ترجمه رو بخونید ببینم اون چی ترجمه کرده. در مقابل ما باید بر زمینه پرسش از معنای هستی که به آن خواهیم پرداخت نشان دهیم که مشروط به نگرش و توضیح درست در خواهیم یافت که مسائل قانونی تمام هستی شناسی در پدیدار زمان ریشه دارد. اون اصلا شما فهمیدی چی گفت؟ من فهمید؟ من همه میخوام پیداش کنم.
موزده که هنوز در رسیدیم به موزده مهندس مهندس خب بذار من این چیز انگلیسی رو بخونم خب ببینید باز انگلیسیش روشن‌تره دقت کنید ببینید میخواد بگه که اون چی که در حقیقت باید ما رو بتونه به یک فهم اونتولوژیکی از زمان برسونه برای چی؟ برای پرسش از the question of the meaning of being یعنی برای پرسش از معنای وجود باید بتونه قادر باشه نشون بده به ما که پرسش پرسمان مرکزی هستیش همه هستی شناسی ها چیه ریشه در واقع در پدیدار زمان داره یعنی یعنی شما در پرسمان مرکزی همه هستی شناسی ها به ریشه پرسمان مرکزی همه هستی شناسی ها ریشه در پدیده زمان داره اگر به درستی ببینیم و به درستی تبیین کنیم rightly explain and we must show how this is the case این چگونه و چطور باید دیده بشه و تبیین بشه که چرا اینطور هست و این ما آره اینه که الان از بالا داره پوزیده دیگه یعنی با توجه به این چیزایی که ما الان پوزیده داریم از اون این نتیجه میشه که امام هفتی شناسی رو در نه ببینید میخواد به تمام هستی شناسی هایی که در تاریخ رخ داده همه همون کاری که قبلا هم گفتم یعنی باز یه تفسیری از تاریخ فلسفه به شما میده که در این حال که داره اینها رو عوامانه خطاب میکنه میبره ذیل در واقع آره این روش آره میبره در ذیل همین روش پدیدارشناختی که شما بتوانید همه هستی شناسی ها چه فرق نمی کنه هستی شناسی سنتی مثلا ارسطویی چه هستی شناسی عصر جدید چه هستی شناسی که با کانت شکل میگیره برخلاف اون تصور عامیانه ای که دانشجویان فلسفه دارن منظور از دانشجویان فلسفه برای های دیگر برکسون ها نه ما که هیچه بقوله چون بعد از کانت این تلقی ایجاد میشه که چی های دیگر چیکار بکنه های دیگر موضوع فلسفه رو تغییر میده از هستی شناسی به شناخت شناسی های دیگر داره میگه نخیر این شناخت شناسی که کانت هم داره خودش یک نوع هستی شناسیه چون یک نسبتی با وجود دارد میتواند در باب امکان شناخت سخن بگوید و تمام تاریخ فلسفه به یک معنا در ذیل این مواجهه و تفسیری که از زمان ارائه میشه به مثابه یک امر در واقع چی میگه؟ بل در پدیده زمان یعنی در فرایند زمان این امکان محقق میشه این رو به ما نشون میده خب بدون
بدون فهمی از زمان، یعنی همون گونه که میگوید که هر زمان، آره آره، ولی بعد اون چند تا به مثابه که گفت، یکی از اون به مثابه چی بود؟ زمان. فهم دازاین به مثابه یک موجود زمانمند، یعنی یک فهمی از زمان هم اینجا حضور داره. نه برخلاف اونها میگه، آره برخلافشون. خب این جمله رو هم بخونم: اگر هستی باید بر پایه زمان فهمیده شود و وجوه و مشتقات مختلف هستی در تعدیل‌ها و اشتقاق‌های آن باید در واقع با ملاحظه زمان فهمیده شوند، در این صورت خود هستی و نه فقط موجود به مثابه موجود در زمان، در سرشت زمانی آن مشهود شده است. خب این گزاره در واقع یه جوری میتونه جنبندی بحث هم باشه، یعنی وقتی که ما بر پایه، وقتی وجود رو بر پایه در زمان میفهمیم و وجود و مشتقاتش هم، مشتقات وجود چیه؟ وجود دیگه، هر انهای موجود، حالا هر موجودی رو که هر پدیداری که شما لحاظ کنید بر پایه زمان بخوایم بفهمیم، در واقع داریم چیکار میکنیم؟ خود وجود رو به مثابه یک موجود در زمان داریم میفهمیم، موجودی در زمان. این تناقض داره؟ بله. این تناقض داره با اون چیزی که قبلا، برای همین میگه چی؟ اما در این صورت زمانی دیگر فقط به معنای بودن در زمان نیست. زمانی بودن دیگه بس به معنای بودن در زمان نیست. برای اینکه دچار اون تناقض نشه میگه پس معنای زمانی بودن دیگه به معنای در زمان بودنی که عوام به کار میبرن دیگه نیست، یه معنای دیگری داره که الله در ادامه توضیح میده. پس میتوان وجود رو هم در زمان فرض کرد، زمانی فرض کرد، اما به معنای در زمان بودن فرض نکرد. چگونه؟ این چگونهش بماند برای حفظ امروز. خدا در خدمت هستیم. حالا اگه دوستان